پل ارتباطی کامپیوتر و آیفون شما این برنامه آیتیونزی هست که الان اینجا صفحه اصلیش رو میبینید. شما چه توی ویندوز باشید چه توی مک حتما باید آیتیونز رو نصب کنید اگر میخواهید حد اکثر استفاده رو از آیفونتون ببرید. زمانی که آیتیونزتون رو باز میکنید و آیفونتون رو به سیستم وصل میکنید یک همچین صفحه‌ای دیده میشه که اینجا یه سری اطلاعات در اختیارتون میذاره، مثل پلیلیست هایی که دارید و حالا چند تا عنوان دیگه، و این بالا هم یه چند تا تب باز میشه که خب حالا هر کدومش رو توی درس خودش بهش میپردازیم. اما توی همین صفحه اصلی سامری اگه بخوایم یه گشت و گذار کوچولی بکنیم، این بالا اسم گوشی شما رو نشون میده، حجمش رو و سیستم عاملش رو، ورژن سیستم عاملش رو. این پایین چک فور آپدیت میاد، آخرین ورژن سیستم عامل رو چک میکنه، اگه بروز نباشه بهتون میگه که میتونین بروزش بکنین. ریستور شما رو برمیگردونه به آخرین زمانی که با کامپیوتر سینک کردین و همه چی درست کار میکرده، همه چی خوب بوده، و براتون میگردونه به آخرین بکاپی که داشتید که همه چی درست کار میکرده. یک کارای دیگه هم داره که توی آخر این درس خدمتتون عرض میکنم. Open iTunes when this phone is connected، زمانی که خود گوشی شما به سیستم وصل میکنید بلافاصله iTunes باز میشه. اگه میخواهید این رو میتونید وردارید و اگه آزاردهنده است میتونید آفش بکنید. Sync only checked songs and videos، توی لیست موسیقی یا فیلمتون فقط اون آهنگ ها یا فیلم هایی که چک باکس داشته باشن رو سینک میکنه و توی گوشی کپی میکنه. به طور مثال اگه اینها رو شما وردارید دیگه اینا رو سینک نمیکنه و کپی نخواهند شد توی گوشی شما. راستش رو بخوایم برای خود من این چارت پایینی هیچ کارایی ندارم، ولی خب حالا در هر صورت یه توضیح کوچیکی میدیم چون ممکنه بعضی استفاده بخوام بکنن ازش. Preferred Standard Definition Videos، اگر شما توی لایبرری موویزتون توی در واقع این قسمت از یک تصویر چند ورژن داشته باشید، به طور مثال الان این تبلیغی که من دارم خب کیفیتش خیلی بالاست و HDه، ولی در این حال یه تبلیغ دیگه هم ممکن داشته باشم، مثل فرض کنیم این LG که کیفیتش، البته این هم فکر میکنم کیفیتش بالا باشه، یه کیفیت پایین، مثلا فرض کنیم این تبلیغ کیفیتش یه خورده پایین تره. اگر شما از یک فیلم دو تا ورژن داشته باشید که یکی معمولی باشه یکی HD، این گزینه میاد میگه اونی که معمولیه و HD نیست رو کپی کن توی آیفون که حجم کمتری داشته باشه. Convert higher bitrate songs to 128 kilobit AAC، هر آهنگی که شما داشته باشید و بالاتر از حجم 128 کیلوبیت AAC باشه تبدیل میکنه به این فرمت. برای بعضی ها ممکنه خیلی کارآمد باشه، برای بعضی ها نه. 128 کیلوبیت AAC کیفیت خیلی خوبی داره، در عین حال حجمش هم خیلی پایینه. اگه خیلی میخواید زیاد توی گوشیتون آهنگ بریزید بهتره این رو روشن بکنید و آنش بکنید. Manually manage music and video، به شما این امکان رو میده که دستی توی فولدر موسیقی و موویزتون و فیلمتون در واقع فایل اضافه بکنید اگر خواستید، و میتونید چند جا این کار رو انجام بدید، یعنی توی کامپیوترهای مختلف هم میتونید این کار رو انجام بدید. Encrypt iPhone backup، اگر شما از آیفونتون بکاپی بگیرید، اینجا پسورد میگه به من بده، وقتی کسی بخواد اون بکاپ رو بهش دسترسی داشته باشه ازش پسورد میخواد، همین پسورد که شما اینجا بهش میدید. برای من راستش بخواید شخصا هیچ کارایی نداره. کانفیگور یونیورسال اکسس هم برای کسانی هستش که مشکلات خاص فیزیولوژیک دارن، مثل حالا کم شنوایی یا ناشنوایی، کم بینایی یا نابینایی، که این در واقع به اون دوستان مربوط میشه و توضیحش مقدار خاص است. من اینجا اگر اجازه بدید صرف نظر میکنم از توضیح این قسمت. توی درس های بعدی این قسمت ها رو با هم میبینیم و خیلی 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 مهم هست و خیلی میتونه براتون کارآمد و جذاب باشه.